در کسی این جمله معروف خمینی را که روز 12 بهمن 1357 بلافاصله پس از ورودش در بهشت زهرا گفت نشناسد. من توی دهن این دولت میزنم. منظورش دولت شاپور بختیار بود که روز 16 دی با پیشنهاد محمد رضا شاه پهلوی کار خود را آغاز کرد و 22 بهمن با پیروزی انقلاب اسلامی در برابر نیروی سهمگین ارتجاع مذهبی شکست خورد. البته خمینی در آن جهان دو قطبی شرق و غرب که به عنوان دو اردوگاه کمونیسم و کاپیتالیسم معرفی می شدند، تنها زمانی پذیرفت به ایران بازگردد که از حمایت غرب اطمینان یافت. اتحاد شوروی چشم طمع به افغانستان داشت و با توجه به سابقه تاریخی وابستگانش در ایران، غرب شریکی قابل اتکا در مذهبیون می‌دید تا به خیال خود خطر سرخ را مهار کند. گذشته از رشد جامعه و همچنین گردنکشی سیاسی و اقتصادی و نه ایدئولوژیک شاه فقید در برابر کشورهای غربی، شاید همسایگی اتحاد شوروی و تقابل شرق و غرب از مهمترین علل خارجی در پشتیبانی اروپا و آمریکا از ارتجاع سیاه و خمینی بود. اما در داخل نیز روند آزادی‌های اجتماعی و تجدد که با انقلاب مشروطه آغاز شد سریع‌تر از آن بود که نیروهای ارتجاعی اعم از سرخ و سیاه را به وحشت نیندازد. هر دو نگرانی ایدئولوژیک داشتند. ارتجاع سیاه نگران نقش خود در تحمیق مردم و رسالت آشورایی خود بود. ارتجاع سرخ با پیشرفت اصلاحات زیربنایی موسوم به انقلاب سفید که بر آموزش و اشتغال و عدالت و رفاه همگانی تاکید داشت، شعارهای خود را از دست رفته می دید. آنچه دو ارتجاع را به طور غریزی به مقابله با سیاستهای رشد دوران پهلوی وامی داشت، می بایست نوعی تجلی تنازع بقا دانست. تنازعی که سرنوشت آنها و مردمی را که به تحریک آنان توسط سخنرانی و آتش زدن سینما و کاباره و بانک به خیابانها می آمدند به هم گره زد و زمینه را برای جلب پشتیبانی خارجی فراهم آورد. همه این مجموعه اما گوشه ای از یک فعل و انفعال ناگزیر جهانی بود که می بایست 10 سال بعد با فروپاشی اتحاد شوروی رویارویی شرق و غرب را به معضل شمال و جنوب همراه با شکل گرفتن گروه‌های تروریستی و بنیادگرایی اسلامی و خیلی مهاجران رنگارنگ تبدیل کند. سرنوشت ایران از این مجموعه پیچیده جهانی جدا نبوده و نیست. اما تا جایی که به داخل و رنج‌های روزانه و عمیق مردمی برمی‌گردد که هیچ پناهی در برابر ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌ها و سرکوب‌های بی‌رحمانه حکومت اسلامی ندارند، حکومتی که حتی واکسن را از آنها دریغ کرده و با آنها مانند زندانی و گروگان و اسیر جنگی رفتار می کند، می توان رد این تراژدی تاریخی را تا روزی دنبال کرد که مشروعه توی دهن دولت مشروطه زد و همزمان سقوط و انحطاط ملت آغاز شد. انحطاطی که نه با یک فرد، بلکه تنها با شبکه‌ای فراگیر از نیروهای ملی و دموکراسی‌خواه می‌تواند تودهنی ارتجاعی خمینی را به نظامی که وی بنیان گذاشت برگرداند و راه خود را از بهمن 57 به سوی آینده ادامه دهد.